اما قسمت آخر فصل دوم اسکار انقدر ایتور من وقتی گفتم این فصل جذابه از فوتج خانم نگین استفاده کرد ما رو چشم زدن. حالا بگذریم، رسیدیم به قسمت آخر و من تو این قسمت خیلی با ادیتور این سیزن کار دارم. چرا اینقدر کاتای زایی و سریع؟ سلام دوستان، خوش اومدید به فیلمولوژی. من امینم. ما اینجا درباره فیلم، سریال، رالیتی شو ایرانی و خارجی صحبت می‌کنیم. پس اگه به این محتوا علاقه داری، یادت نره چنل سابسکرایب کنی. نوتیف رو هم بزن تا با ما خیلی زود از این اخبار با خبر بشی و چنل رو هم از دست ندی و ما هم توی مخاطب خوب از دست ندیم. ما رسیدیم به قسمت آخر فصل دوم اسکار که توی این سیزن ما با خانم رویا میرعلمی، شکیب سیادی و خانم نگین این سیزن رو گذروندیم. مهمان‌های این فصل بودن و انصافاً مهمان‌های جذابی بودن، قسمت‌های جذابی داشتیم. خود اسکار هم که خوب استایلش رو حفظ کرده، ثابت کرده، گیم شوی خوبیه نسبتاً. بعدون رو به پیشرفت شوخی‌هاشون خیلی بهتر میشه و اون آمادگیشون توی برنامه. فقط تنها مشکلی که من با این قسمت داشتم و کلاً خیلی روند برنامه داره سری میشه، یعنی خب مشخصه که همه قسمت‌های یک فصل رو توی یه شب ثبت می‌کنن و یکم ارتباط گرفتن شما تماشاچی ها کمه و اصلا گاهن آدم شک میکنه تماشاچی هم حضور داره یا نه، چون نشونشون هم که نمیده. و خب وقتی اینجوری میشه کار برای ایتور خیلی سخت میشه، باید کارگردانی درستی بشه و صدای خنده ها و دست زدن ها و درست بیاد. خیلی جاها علیکی بود، خیلی جاها زایه بود و خیلی کاتا هم غیر حرفه‌ای بود. خب یعنی یه جا وسط برنامه زیاد میخندن و آقای مهران مدیری میگه ما کات هم که نداریم و فلان و بسار و این دقیقا اشتباه بوده. قرار زمان برنامه برای مخاطب کم باشه و شما یه قراردادی با فیلمو حالا مخاطب دارید، نه اینکه خودتون توی استیج عجله داشته باشین. انگاری مثلا پول اجاره اونجا کنترل میندازه و خب خیلی سریع باید تمامش کنم برن واسه مثلا سیزن بعد. این حس خوبی نبود، من دوستش نداشتم. اونجا هم که آقای مهران مدیری میگه ما نداریم و نشون میده، انگاری ایتور میخواست ثابت کنه که نه، اینا هم که دیدین چقدر غیر حرفه‌ای بود کات بودن، اینا هم کات نبودن و این رو اصلا دوست نداشتم. از این بگذریم، توی این قسمت ما سکانس معروف شاینینگ رو داشتیم از کوپریک و خانم رویا میرعلمی. اون صحنه رو بازسازی کردن جوری که انگاری از یه سوسک ترسیده بودن و دغدغه‌شون یه سوسک بوده. جالب بود و بعد تو این قسمت وقتی همه سکانس ها رو نشون دادن، سکانس کوین رو که آقای سعیدی بازی کرده بود، شکیب و ایت که خانم نگین بودن و همین خانم رویا میرعلمی، واقعا همشون قشنگ بودن و به نظر من آقای مدیر کار درستی کرد که به همشون 10 داد. منطقی بودین و اشاره آقای مدیری به جناب پیمان قانه هر بار که تلویزیون میاد رو متوجه نمیشن، انگاری که واقعا ایشون هم پول دادن برای تبلیغ و فیلمو که داره شورش برای تبلیغ در میاره، واقعا یه سر تبلیغ بساتاش. ولی خب حالا خوبیش اینه که این تبلیغات خیلی سریعن، خیلی سریعن، ولی از بس زیادن رو مخن همچنان این نقد رو دارن به پلتفرم فیلمو نه به برنامه اسکار. و بعد یه دونه آیتم رو استیج داشتیم که سوال میپرسیدن درباره چیزی که تو بچگی علاقه داشتن میهمانا و چیز جالبی بود. انصافا شما فکر کن یه رویای بچگی داشتی، 20 سال بعد ازت میپرسن اون چی بوده، 30 سال بعد ازت میپرسن اون چی بوده و بعد از چند تا سوال درباره اون میپرسن ببینن درباره اون رویای بچگی الان چقدر اطلاعات داری، الان چقدر ماهری توش. این آیتمو دوست داشتم، یعنی از اونجایی که این گیم شوی اسکار با اون گیم شوی اصلی اصلا قابل مقایسه نیست و خیلی جاها هم آیتما لولشون پایینه، این آیتمو دوست داشتم. ولی خب دقیقاً یه همچین آیتمی باز هم داشتیم روی استیج که سوال میپرسیم و اصلا سوالا مزخرف بود، واقعا نیاز نبود اون آیتم اضافی بود. و یه آیتم داشتن توی ویلا که باعثی میزان تمرکز توی شلوغیشون سنجیده میشد. سه نفر بودن با نیما که هر کدوم داشتن یه موضوع جدایی رو درباره صحبت میکردن و بعد درباره صحبت هر کدوم از اینها سوال پرسیده میشد از میهمان که مثلا توی چیزایی که شنیدید فلان چیز چطور گفته شد، چی دربارش گفته شد. این آیتم جالبی بود، من خوشم اومد و اون خنده های اضافی وسط برنامه یکم واقعا اضافی بود، یعنی واقعا واسه کات میدادن سرش که ندادن. و خب جایزه این سیزن رو هم خانم رویا میرعلمی بردن، مبارکشون باشه. ماجرای این که این جایزه رو میبرن از طلا هست یا نه خونه میبرن یا نه دوباره همونجا میمونم برای من مشخص نشد. و خب سیزن بعدم طبق همین روال میاد دوشنبه و پنجشنبه ها و نیما هم توش حضور داره و ارتباط نیما با برنامه روی استیج خیلی خوب شده و من خیلی پسندم همچین چیزی و شد همون نیمایی که انتظار داشتم. منتظر فصل بعدش هستیم. به محض اومد
اومدن قسمت 1 دربارش صحبت میکنیم. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. یادتون نره لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره و حتما نظراتتون برامون کامنت کنید. تا ویدئوهای بعدی فعلا خدا نگهدار.